خب میگه با توجه به شکل زیر کدام گزینه درست است؟ بچه شکل چیه؟ شکل واکنش تشکیل ترکیب یونی MgCl2. Mg دو تا الکترون از دست میده، یه دونه رو میده به یک کلور، یه دونه رو میده به یک کلور. چه ترکیبی حاصل میشه؟ MgCl2. خب گزینه یک، اتم منیزیم با از دست دادن دو الکترون به آرایش پایدار گاز نجیب آرگون. بابا منیزیم مگه 12 نیست؟ دو تا از دست میده میشه 10، یعنی میشه نئون نه آرگون. پس گزینه یک غلط. گزینه دو، فرمول شیمیاییش دیگه جلو چشته دیگه، نگاه کن خودت، اصلا خودت نگاه کن، با چشمات نگاه کن، یه دونه MG دو تا کلور، در حالی که اینجا نوشته MG2Cl. خیلی غلط. گزینه سه، مجموع شماره الکترون ها در هر واحد از دو ترکیب یونی منیزیم کلورید. بچه ها منیزیم کلورید، منیزیم کلورید چی بود؟ MgCl2، آلومینیوم سولفید Al2S3. میگه مجموع شماره الکترون های اینا با هم برابره. خب نگاه کنیم بچه ها، Mg چند تا الکترون داره؟ Mg دو مثبته دیگه، 10 تا. این 10 تا کلورا شدن چند تا؟ کلورا شدن 18 تا. دو تا 18 تا 36 تا، دو تا 18 تا 36 تا. اما که رو هم دیگه میشه چقدر؟ 46. اما Al2S3، Al بچه 13 بوده، الکترونش از دست داده شده 10، دو تا 10 تا ازش داری 20 تا. گوگرد بچه ها چند بوده؟ گوگرد بچه ها 16 بوده، دو تا الکترون گرفته شده 18، 3 تا 18 تا میشه 54 تا. اصلا با هم برابر نیستن. اون که شده 46، این شده 74، با هم برابر نیستن. پس جواب گزینه 4. اما بررسیش کنیم، منیزیم کلورید میگه تعداد الکترون‌های داد و ستد شده این دو تا ترکیب با هم برابره. بچه ها فرمول تعداد الکترون‌های داد و ستد شده میشه چی؟ میشه بار کاتیون در زیروند کاتیون، یا بار آنیون در زیروند آنیون. بار کاتیون دو مثبت، زیروندش یه دونه دو، بار کلور یه دونه، زیروندش دو، بازم دو. پس شمار الکترون‌های رد و بدل شده این دو تاست. کلسیم اکسید CaO، خب بچه ها دو مثبت یه دونه دوتا، دو منفی یه دونه دوتا، پس اینم دو، پس با هم دیگه برابرن. جواب گزینه 4.